با عرض سلام خدمت شما خانم رجبی عزیز، اعضای محترم و ناظرین گرامی. گاندی میگوید هیچ کس از فاسد حمایت نمی کند جز فاسد، هیچ کس از ظالم دفاع نمی کند جز ظالمی، هیچ کس از آزادی دفاع نمی کند جز آزاد اندیشان، و در این میان هر کسی می داند کجای این داستان قرار دارد. با گرامی داشته فرمانده افشین، یاد عزیزش گرامی باد. در فاصله اجلاس شورا شاهد تحولات بسیار مهمی بودیم. از این رو موظف هستم چند مؤلفه را هرچند تکراری به اختصار بیان کنم. یک، به درستی مفهوم است که سرزمین ایران به دلیل ژئوپلیتیک و استراتژیک همواره در کانون رقابت قدرت‌های بزرگ در جهان بوده است. درک به وجود آمده در معادلات سیاسی اقتصادی در حوزه روابط بین الملل سبب گردیده است تا صاحبان قدرت نگاه ویژه‌ای را به کشورهای حوزه خلیج فارس معطوف دارند. دو، به دلیل این ویژگی جغرافیایی اتحاد عمل استعمار نو با ارتجاع در بزنگاه‌های تاریخ معاصر ایران بر ناظران مسائل ایران پوشیده نیست. از مشروطه تا دولت ملی زنده یاد دکتر مصدق و انقلاب ضد سلطنتی، هر جا که استقلال طلبی و آزادی خواهی قد علم کرده با توطئه دشمنان مواجه شده. استعمار با سوجویی از اقلیتی خائن و واپسگرا، چه در هیئت شاه یا شیخ، بیش از یک قرن سرنوشت ملت را به بازی گرفته است. هرچند بنا کردن خانه روی آب پیامدهای خودش را دارد و به طور قطع در مواجهه با سیل خروشان مطالبات ملت تعیین تکلیف خواهد شد. سه، تا اونجایی که به استبداد دینی برمیگردد، توطئه های پی در پی علیه مقاومت سازمان یافته و مشروع ایران را بایستی جدیترین بخشی از مجموعه پیچیده‌ای فرض نمود که طی 4 دهه در حاکمیت آخوندها تداوم یافته تا تحقق دموکراسی تبدیل به سراب شود. به عبارتی این اتحادشون نقش ویژه‌ای در ادامه حیات استبداد دینی داشته است. تجربه نشان داده که هرگاه دسیسه‌ای علیه جنبش گرفته، ناشی از امتیازهایی است که رژیم به سوداگران سیاست پترودلار داده است. 4، استبداد دینی در بنبست ناشی از بحران‌های لاعلاج داخلی و خارجی در دوران پسا کرونا به موازات سرکوب ملت در وحشت از اقبال جهانی این جنبش در منتهای درماندگی در سودای نابودی مقاومت تلاش دارد تا با تاکتیک دووجهی بحران‌گریزی و امنیت‌سازی با سوجویی از تمام ذخایر استراتژیک به مقابله با تهدید اصلی خود بکوشد تا چهره این جنبش را تخریب کند. به موازات آن با حراج منابع عظیم نفت و گاز برای جلب کارتل‌ها و تراس‌های نفتی و بانکی با کمک غاصبان حق حاکمیت ملت تلاش نماید برای حفظ نظام زمان ذخیره کند. استعمار نیز به دلیل فقدان آلترناتیو مطلوب خود با علم کردن یک سری اپوزیسیون نمای سوری و شارلاتان در راستای قیام ملت ایران مترصد است تا با تاکتیک دووجهی هم مانع پیشرفت مقاومت شود و هم مانع شکل‌گیری انقلاب دموکراتیک مردم ایران. تهاجم غیر مترقبه به اشرف سه، آن هم در سالگرد 30 خرداد، محصول همین نگرش و عملکرد است. 5، اما در جبهه خلق، در ورای تمامی توطئه‌ها و نرنگ‌ها علیه عالی‌ترین مسائل ملی، این شورا و مجاهدین به روال و سنت مبارزه پیشکسوتان خیش در سطح مشروطیت، مسیر پرغرور رهایی ملت از یوغ استبداد دینی و حصول به آزادی را همواره طی کرده، به خصوص که در پارادایم حرکت مقاومت در کانون توطئه جهانی با نقش برجسته خانم رجوی موجب تحسین سیاستمداران جهان گردیده، به نفعی که در امری بی سابقه در معادلات بین الملل حمایت 117 رهبر سابق از برنامه 10 ماده ایشان را پشتوانه مسیر انقلاب دموکراتیک نموده است. در ختم کلام، واقعیت این است که در استبداد اولیگارشی دینی، کارآمدی نظام مهمترین مبنای مشروعیت است، به طوری که ایران در رتبه 132 شاخص کارآمدی قرار دارد و بنابر نظر خیلی از کارشناسان مسائل ایران، پاشنه آشیل نظام نیز محسوب می شود. به ویژه که مسئله جانشینی خامنه‌ای هم مطرح باشد. در واقع صورت مسئله استعمار و ارتجاع که نفی انقلاب به هر قیمت است، مواجه
پاکه شده با تضاد آشتی‌ناپذیر ملت و حاکمیت که سر باز ایستادن ندارد. لذا هیچ توافقی در پس پرده تصویر مانع خیزش ملت نخواهد شد. پیشاهنگ انقلابی به اثبات رسانده که نیرویی است که تا بن استخوان وفادار به آرمان آزادی خواهی است. به قول سردار خیابانی، به توطئه‌گران نیشخند می‌زنیم و جز سرنگونی این نظام جاهلیت به همت کانون‌های شورشی که از قضا صورت مسئله مردم ایران نیست هست، مشغله‌ای نداریم. با تشکر.